نایمه دوستار روزنامه و فعال حقوق زنان از مالما ما همراه ما هستن سلام میکنم به شما خانم دوستار ایجاد های ترک بیهجابی با واکنش های زیادی مواجه شده بخشی از اون رو ما اشاره کردیم بهش بیشتر از شما بشنمیم از این واکنش ها. درود بر شما همونطوری که اشاره کردید این در واقع خبر تاسیس چنین کلینیک هایی واکنش های مختلف داشته از سوی گروه های مختلف اجتماعی یک بخش از این واکنش ها واکنش هایی که در واقع به ابعاد اجتماعی این مسئله میپردازه فعالان حقوق بشری و فمینیست ها فعالان حقوق زنان به این در واقع از این بود به ماجرا نگاه کردن و معتقد هستند که این در واقع یک روشی است برای نقض حقوق فردی و آزادی های اجتماعی مردم که خب تعداد کسانی که از این بود به ماجرا نگاه میکنن بسیار زیاده برخی هم از بود سیاسی به ماجرا نگاه میکنن و معتقدن که بار دیگر حکومت از این طریق استفاده کرده برای اینکه آزادی های اجتماعی رو در واقع کنترل بکنه دست به سرکوب گسترده مردم بزنه از طریق سبک زندگیشون و از لحاظ فرهنگی که خب طبعا موضوع مورد بسیار مورد انتقاد هست معتقدن که منتقدان که در واقع داره یک نوع هنجار اجتماعی به عموم جامعه از این طریق تحمیل میشه که خب محل بحثه مس مسئله بسیار مهمی که در این انتقادها اشتراک داره نگاه کردن به موضوع از بود روانشناسی هم هست همونطوری که به حال شاهد بودیم از بود روانشناسی هم جامعه جامعه روانشناسی به طور خاص به این موضوع بسیار انتقاد کرده و معتقد هستش که اینها یک اقدامی است برای اینکه به حال دست به تحقیر اجتماعی بزنن به ویژه زنان رو در واقع با انگهای اجتماعی روبرو بکنن مجنون تلقیشون بکنن که نیاز به درمانهای مداخله این چنینی مثل مثلا حضور در یک کلینیک دارن خان خیلی از روانشناسا و روان درمانگرها معتقدند که این کلینیک ها رو بازی حکومت با سلامت روان مردم موجب تحقیر افراد میشه نظر شما رو بشنویم در این باره همینطوره متاسفانه در جمهوری اسلامی استفاده از علم روانشناسی و روانپزشکی برای اینکه دست به سرکوب و کنترل مردم بزنن یک سابقه طولانی و دیرین داره به این معنا که حکومت اساسا برای کنترل کنترل گروه های مخالف خودش منتقدان خودش از این ابزار استفاده کرده منتقدان خودش رو معترضان رو کسانی که به هر ترتیبی با هنجارهای مورد پسند حکومت سازگاری ندارن رو به عنوان مجنون معرفی میکنه کسانی که نیاز به بستری دارن نیاز به درمان دارن اینو ما به طور مکرر در مورد فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی دیدیم همین در هفته های گذشته آهو دریایی رو دیدیم که بازداشت کردن فعالان سیاسی رو ما میبینیم که در واقع در کلینیک های روان پزشکی و بیمارستان ها در واقع زندانی میکنن به این ترتیب در واقع یک روش بسیار مرسوم است برای جمهوری اسلامی این در حالیه که جامعه به دوچار مشکلات و آسیب های فراوان اجتماعی است نیاز هست که علم روانشناسی و روان پزشکی به طور گسترده برای کم کردن فشارهای بحرانهای اجتماعی مورد استفاده قرار بگیره اما به این ترتیب در واقع به انحراف کشیده شده افراد رو بدون اینکه به مشکلات اساسی جامعه توجه بکنن از لحاظ سبک زندگی تحت فشار قرار میدن این میتونه خیلی تاثیر منفی روی جامعه بذاره به این معنا که اساسا اعتماد جامعه رو نسبت به جامعه روانشناسی و روانپزشکان هم از بین ببره که خودش میتونه واقعا زمین میناستازه مشکلات فراوانی باشه بسیار ممنونم از توضیحاتتون خانم دوستان